نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک شما ایرانیان دلیر آزاده، آزادگان دلیر ایرانی، بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن در هر گوشه ای از این جهان پهناور که هستید. باری یاران، چنان که میدانید به بازخوانی تاریخ نشسته ایم، به ویژه نگاهی افکنده ایم به تاریخ صدر اسلام. پیش از آن که وارد آغاز سخن بشوم، اجازه بفرمایید تا در مقدمه عرض کنم که نازنینی از بینندگان کامنتی پای یکی از این ویدیوها گذاشته بودند که فلانی اگر می شود قدری از خودت برای ما بگو تا ما بهتر به تدریس گوش فرا بدهیم. اول اون که قربانتان گردم، این بنده حقیر فقیر صغیر سراپا تقصیر کمتر از قطمیر، به قول قدما هیچ اینجا داعیه تدریس نمی دارم. به هیچ روی مخلص کسی نیستم، دانشجویی هستم، دانش آموزی هستم و اینجا هم در هیئت و کسوت یک شاگرد به خدمت شما نشستم. اینجا آمده ام تا آنچه آموخته ام را درس پس بدهم، به قول معروف. این است که التفات و محبت شما به بنده بسیار جای تقدیر دارد، منتهای مراتب مخلص هیچ نیستم. گفت ما آن پشه هم نیستیم. ما خود هیچ نیستیم. عرض می شود که این از بنده. خب اسمم روشن کامبیز، نام خانوادگی فکری از گمی پرورده و زاییده بزرگ شده ی خاک پاک تهران، فارغ التحصیل دبیرستان البرز و دانشکده فنی دانشگاه تهران، اما نژاد و نسب به خاک پاک همان از گم که عرض کردم میرسانم، از شمال ایران، خطه زرخیز شمال ایران و قدم تمام ایرانیان آزاده بر چشم من است، محبت همه ایرانی ها در قلب من است، این لحاف چهل تکه ایران زمین. ما همه با هم خواهر برادریم، همه این اقوام که با گویش ها و لهجه های مختلف زبان زیبا که پارسی سخن میگویند، ماها همه با هم خواهر برادریم، همه با هم فامیلیم، همه از یک قبیله ایم. باری یاران، این از این داستان کوتاه بگذریم. اما نکته دیگری هم بود، حالا بنده اینجا در مقام پاسخگویی نیستم، اما حس کردم که شاید این سوال برای تعدادی از بینندگان مطرح باشه. شخصی نوشته بود که آقا تو که اینجا نشستی و هی به گذشته میبالی و به باستان میبالی و از شاهنامه میگویی و یه خط شاهنامه هم بلد نیستی بخونی، آیا نمیدونی این پدران تو، باستانیان تو، پیشینیان تو، نیاکان تو چقدر برای همین سوریه و عراق کشته دادن، شهید دادن که به دست رومی ها نیفته؟ امروز هم ما نبه نتیجه های همونا هستیم، داریم برای سوریه و عراق به دست رومیا نیفته کشته میدیم، شهید میدیم. اول که جانا مخلص که ادعا نکردم شاهنامه خان هستم، بنده همیشه عرض کردم شاهنامه دوست هستم. شاهنامه کتاب همه ماست، دانستنش هم خیلی بعید میدانم کار یک نفر باشد. اونقدر گنجی در این کتاب نهفته است که فکر نمی کنم خزانه کسی اونقدر وسعت داشته باشد که همه این گنج پهناور در اون جا بشود. این است که مخلص رو از این ادعا معاف بدارید، بنده عرض نکردم من شاهنامه خانم،
خیر قربان، بنده شاهنامه دوستم، اما در باب سوریه و عراق که فرمودید جانا، درست میفرمایید. نیاکان ما به جان کوشیدند که ذره المثقالی از خاک وطن ما به دست بیگانه نیفتد. اما شما نیز احتمالاً بهتر از من میدانید آن زمان که آنها میکوشیدند برای حفظ سوریه و عراق، جانا سوریه و عراق جزو خاک ایران زمین بوده. امروز که چنین نیست جانا، امروز که اینطور نیست، امروز که اینها هر کدوم ممالکی هستن علاحده مستقل. امروز رو باید درس کردم چرا باید از ایران بفرستیم مدافع حرم بره تو سوریه کشته بشه. و صحبت هم از سر همین کتابی است که با هم میخوانیم، کتاب شیعیگری علامه کسروی. شما یقه کسروی رو بگیرید جانم، حرفای کسروی رو جواب بدید. مخلص اینجا دارم حرفای کسروی رو برای شما میخوانم. اگر فکر میکنید اشتباهه بیاید جواب بدید. ایشون میگوید آقا شیعیان معتقدند که امامان و امامزاده ها معجزه میکنن. ایراد هفتمی بود که استاد گرفته و داریم از این بخش میریم جلو. گفت چی؟ گفتش که در وهابی ها، در کتاب خواندیم، وهابی ها موقعی که حمله کردن به نجف در سال 1216 هجری قمری، نزدیک به 200 سال پیش، نجف شهری بود که برج و بارومی داشت، بنابراین حمله وهابی ها به اون شهر مؤثر واقع نیفتاد، مسیر رو منحرف کردن به سمت کربلا، اونجا رو با خاک یکسان کردن. ملایان نشستن داستان ساختند که صلحا به خواب دیدند که امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام کف دستاش سیاه شده. ازش پرسیدن یا مولا چرا کف دست شما سیاه شده؟ گفته فکر کردی کی اون توپا رو از نجف برمیگردوند؟ من دستمو گرفته بودم، توپا میخورد کف دست من برمیگشت. این خرافه است جانا، این خرافه است، این دروغه. آخه یعنی چه توپ میخورده به کف دست حضرت علی برمیگشته؟ حضرت علی کجا بود که توپ به کف دستش بخوره؟ اصلا چرا کف دستش سیاه کرده؟ اجازه بفرمایید که ادامه تا همینجا براتون خوانده بودم. شگفت است که وهابیان در آن تاخت خود به عراق نخست آهنگ نجف کردند، ولی این شهر چون باروی استوار می داشت دست یافتن نتوانسته آنجا را گذارده آهنگ کربلا کردند و به آن کشتار و تاراج پرداختند. شیعیان از همان داستان نجف عنوانی به دست آورده معجزه‌ای ساختند. معجزه سازی است کار ما شیعیان. یکی از صلحا، معجزه اینه، یکی از صلحا در خواب امیرالمؤمنین را دید که کف دستهایش سیاه شده و چگونگی را پرسید. پاسخ داد پس آن توپها را از شهر که باز می‌گردانید؟ ببینید اندازه نادانی را. به جای آن که ببینند که نجف چون بارومی داشت از آسیب دور ماند و کربلا چون نمی داشت آن آسیب را یافت و از همین جا پی به آمیقها برده، بدانند که در این جهان هر کاری جز از راهش نتواند بود و از آن گورها و گنبدها هودهی نتواند برخاست، بدانسان کور درونی نشان داده و دروغی به آن رسوایی ساخته بیرون دادند. اکنون
سخن در آن است که اگر درباره همین زیارت با ملایان و دیگران به گفتگو پردازیم، نخست ایستادگی خواهند نمود و به پاسخ خواهند برخاست و سپس که درماندند یک سنگر پس نشسته چنین خواهند گفت: ما امامان را خدا نمی دانیم. آنان در نزد خدا ارجمندند و ما به آنان توسل می جوییم. یعنی اینها را می کنیم واسطه خودمون، بین خودمون و خدا، شفیع ما بشن، واسطه ما بشن بین ما و خدا. می گویم بت پرستی جز همین نیست. بت پرستان قریش نیز در برابر بنیادگذار اسلام همین بهانه را آورده می گفتند: ما به اینها بندگی می کنیم که به خدا نزدیکتر شویم. یا می گفتند: اینها میانجی های مایند. می باید گفت: بت پرستان همگی یک گروه هند و بهانه هاشان همیشه یکی است. چون این را هم شنیدند، باز یک سنگر پس نشسته چنین خواهند گفت: بالاخره آنها بزرگان مایند. یعنی امامان. بالاخره آنها بزرگان مایند، مگر شما به سر خاک بزرگانتان نمی روید؟ بدین سان در یک نشست چند رنگی به کیش خود خواهند داد. یعنی چند مدل ساز میزنن. میگویم آری، آنها بزرگان شمایند، بنیادگذاران کیشتان بوده اند، ولی این در کجای جهان است که برای بزرگی گنبدهای زرین و سیمین برافرازند و این دستگاه ها را چینند و از صدها فرسنگ به دیدنش رفته به اون کارها بپردازند؟ آنگاه مگر ما از کتابهای شما و از زیارتنامه هایتان آگاه نیستیم و نمیدانیم که چه ستایش های گزاف آمیز از مردگان هیچ کار می کنید؟ نمیدانیم که آن مردگان را یاوران خدا و گردانندگان جهان میشناسید؟ واقعیت ماجراست. امامان مرتبهشون از مرتبه رسول بالاتره در شیعیگری. از علی بن ابی طالب بگه تا امام زمان، مرتبه امام از مرتبه رسول بالاتره. باری، این هفتمین نکته، در واقع هفت نکته که جزو ایرادهایی بود که بر این کیش میتوان گرفت. هشتم، ماجرا ادامه دارد. هشتم، داستان گریه و زاری، داستان گریه و زاری به کشتگان کربلا، ایراد بزرگ دیگری میباشد. یک داستان بایستی رخ ندهد، رخ داده. پس از آن که رخ داده، از گریستن چه سود تواند بود؟ مخلص یاد یک حکایتی افتادم که بسیار معروف و مشهور است، به قالب‌های مختلف گفته شده، اما همگی دارای یک مضمون هستند. شاید بی مناسبت نباشد این اینجا نقل کنم. میگویند استایی به شاگردش ظهر به ظهر که میشد میگفت: این کوزه آب رو بردار، ببر سر چشمه، برو آبش کن، بردار بیار. و هر دفعه هم با لحن تندی این شاگرد رو عتاب و خطاب میکرد که بچه مواظب باش، همین یک کوزه رو من دارم، این نره بشکنه ببریش اونجا سال شکسته برش گردونیا، این اگر بشکنه پدرتو در میار، با شلاق سیاه و کبودت میکنم، چنین و چنانت میکنم، مثلا فرض بفرمایید جریمه های سنگین، دو هفته به حقوق نمیدم، چه و چه و چه و چه. طوری این بچه رو میدرسون که این طفلک
که ظهر به ظهر میخواست بره سر چشمه و توی این کوزه آب برداره بیاره برای استاد، مدام دست و دلش میلرزید یا خدا نکنه این کوزه بشکنه، این پدر من گفته در میاره. با چه احتیاط و مراقبت و مواظبتی این مسیر تا چشمه رو میرفت، اونجا با احتیاط این کوزه رو پر میکرد میآورد، دوباره فردا به همین ترتیب، پس فردا به همین ترتیب، هر روز این اوستا نهیب میزد به این بچه و تهدید میکرد که مواظب باش این کوزه نشکنه، اگر بشکنه چنین و چنانت میکنم. و یک روز خلاصه آقا این کوزه شکست. هر از چند روز که این بچه رفت و آب آورد و به خیر و سلامت گذشت، روزی بالاخره این کوزه شکست و این طفلک بچه در راه برگشت دلش راه و بیراه میلرزید که یا قمر بنی هاشم چه خواهد شد، این دفعه چه بلایی سرم میاد، این همه به من گفت مواظب باش نشکنه، آخرم شکست، حالا اون بلاهایی رو که گفته به سر من میاره عملی کنه که دیگه وال المصیبت. باری وقتی برگشت و با هر تتبته و بدبختی که بود دوستا اعلام کرد که آقا کوزه شکسته، در کمال تعجب دید که دوستا بهش گفت خیلی خوب اشکال نداره برو مثلا فلان کار انجام. و این پسر بسیار تعجب کرد، پس اون تهدید و نهیب و عتاب و خطاب چه بود؟ این به این سبوکی چرا گرفت استاد؟ اینجا چرا هیچی به ما نگفت؟ دعوامونم نکرد، کترکمونم نزد، شلاقمونم نزد، از کار بیکارمونم نکرد؟ گفت استاد شما که خیلی متغیر میشدی موقعی که من هر روز میخواستم برم آب بیارم، میگفتی مواظب باش نشکنه فلان نشه، اینجوری میکنم اونجوری میکنم، حالا که شکست. آقا من همه این حرفا رو میزدم که تو مواظب باشی و از این کوزه احتیاط کنی که نشکه، حالا شکست. خب شکست، من واقعا نمیخواستم این بلا رو سر تو بیارم، من اینا رو میخواستم بهت بگم که تو شش تا حواست جمع باشه که یه اتفاق حالا که افتاد دیگه افتاد، حالا میخوام برگردیم به این حکایت. طبق فرموده استاد کسروی میگه آقا این قضیه نبایستی میشد، داستان کربلا روا نبود که رخ بده، حالا رخ داده، امروز چرا بعد از 1300 سال با قمه به سر خودت میزنی، خون از سر خودت و بچت میریزی که چه بشه؟ خدا خوشش بیاد بعد از 1400 سال تو با زنجیر بزنی پشت تو سیاه و کبود کنی، با قمه بزنی سر فرق سر خودت و بدنت رو بشکافی. چیزهایی که آدم تو این کلیپ ها میبینه اصلا باور نکردنی. آخه این که اظهار ارادت اینجوری نیست جانم، آخه اگه تو میخوای اظهار ارادت کنی به شخصیت حسین، به الگوی حسین، به اخلاق حسین، به رفتار حسین، به مکتب حسین، چرا خودتو میزنی؟ چرا یک ما مملکتو تعطیل میکنی؟ محرم و صفر دو ماه کار تعطیله، همه عزادار حسینن، از اول محرم تا دهم که یک داستان، این علم و کتل و دسته و سینه زن و سنجیر زن و قمه زن و روزه خون، اون یک مدل تا الهی شب، صبح کسی سر کار نمیدید، شب تا شب عزاداری میکردم. خب بعد میرسیم به اربعین، بعد هم 28 صفر، دو ماه اینجوری مملکت خوابید. خب آقا ارادتمندی به حسین که اینجوری نیست پدر جان، اینجوری که ارادت آدم خودش نشونه، اینجوری که خدا خوشنود نمیشه. وانگهی از اون حدیث هایی که ساختید، ملایان رافضی ساختن دیگه، ببینید چه مایه بدآموزی به بار میاره. اجازه بدید بخونیم این رو با هم. هشتم، داستان گریه و زاری به کشتگان کربلا ایراد بزرگ دیگری می باشد. یک داستان بایستی رخ ندهد، رخ داده، پس از آن که رخ داده از گریستن چه سود تواند بود؟
یک داستانی را عنوان کردن و بزمهای سوگواری برپا گردانیدن، گریستن و گریانیدن با خرد چه می سازد؟ این که گفته اند هر که بگرید یا بگریاند و خود را گریان وانماید، بهشت بر او بایا گردد، بایستی پرسید چرا؟ گریستن یا گریانیدن چیست که خدا به آنها چنین پاداش بزرگی بدهد؟ آنگاه شما این سخنان را از کجا میگویید؟ شما را به خدا چه راهی میبوده؟ ای بی خردان، مگر خدا اسکندر مقدونی است که یک هفستیونی را دوست دارد و چون او مرد مردم را چند ماه به سوگواری وادارد؟ این هفستیون دوست صمیمی اسکندر بوده. خب مگه خدا اسکندر مقدونیه که حالا که بنده محبوبش حسین کشته شده بگه شما تا 1400 سال باید میشینی گریه کنی؟ من از این خوشنود میشم که تو برای حسین گریه کنی؟ من خوشم میاد. خدا همچی حرفی زده؟ کجا همچی حرفی زده؟ اصلا چطور ممکنه خدا همچی حرفی زده باشه؟ خب بابا عقلم خوب چیزیه. حسین ابن علی به طلب خلافت برخاست و نتوانست کاری از پیش برد، لیکن مردانگی بسیار ستوده‌ای از خود نشان داد و آن اینکه زبونی ننموده کشته شدن خود و فرزندان و یارانش را از گردن گذاردن به یزید و ابن زیاد بهتر دانسته، مردانه پافشاری کرد و خود و پیروانش کشته گردیدند. این کار او بسیار ستوده بوده، ولی هرچه بوده بوده. 1300 سال گریستن چه معنی دارد؟ به آن نمایش های بسیار بیخردانه محرم و سفر چه توان گفت؟ این داستان های زیارت و گریه با آن حدیث هاشان از راه دیگری نیز در خور ایراد است. اینها ریشه دین را کندن و آن را از میان بردن است. کسروی بابا دین رو دوست می‌داشته، کسروی دشمن دین نبوده. پدر جان کسروی پدرش روحانی بود، کسروی خودش در آغاز در کسوت روحانیان بود، کسروی دشمن دین نبود بابا. در جایی که با یک زیارت همه گناهان آمرزیده شود و با یک گریه بهشت بایا گردد، بعد آموزیه دیگه، میگه شما یک گریه کن، نه گریهت هم نمیاد، تظاهر به گریه کن، همون تمومه، همون بهشت قریدی، برو خوش باش. در جایی که با یک زیارت همه گناهان آمرزیده شود و با یک گریه بهشت بایا گردد، کسی چرا از خوشیهای سزا و ناسزا بازی ایستد؟ چرا فلان حاجی آزمند انبارداری نکند؟ چرا بهمن ستمگر خونها نریزد؟ چرا آزمندان به پول اندوزی نکوشند؟ چرا مردان دنبال زنان بیگانه نیفتند؟ و همین حل دیگه، زیارت میری حله.
یه شب عاشورا پول میدی به آخوند بیاد اونجا برات روزه بخونه، گریه از مردم بگیره، تموم شد دیگه، همه گناهات بخشیده شد، خوشحال باش. هر کار دیگه توی این 12 ماه سال دلت میخواد بکنی بکن، اون شب عاشورا رو دم خدا رو ببین، تمومه. سران شیعه در آن کوشش های سیاسی خود پروای چیزی نکرده، هر چه خواسته گفته و هر چه خواسته کردند، ولی ما آیا می توانیم چشم از کارهای سراپا زیان ایشان بپوشیم؟ نهم، رسیدیم به نکته نهم. درباره آن جهان سخنان بسیاری در کتاب‌های شیعه هست. قربانش گردم، نه تنها با این دنیای ما کار دارن، اون دنیامون هم دست ایناست. یعنی اینجوریه که بنده گناهکارم، حالا این دنیا باید عذاب بکشم، شلاق بخورم، زندان برم، شکنجه بشم، اعدام بشم، 1001 بلا سرم بیاد، بعد که رفتم اون دنیا تازه اصل کار اون ور دنیاست، اونجاست که خدا نشسته و میخواد تازه منو ببره جهنم، و حالا تازه یه بارم اونجا. آخه بابا یه نفر یه گناه کرده، چند بار باید ما به ازای این گناه جواب پس بده؟ بعد اون گناه تازه اون دنیا هم که یه دفعه نیست که مثلا اینجا حالا تو ما نهایتا یه دفعه اعدام میشی، اونجا که اینجوری با یه دفعه کار تموم نمیشه که. نخه، اونجا وقتی بردن جهنم میسوزوننت، کبابت میکنن، کباب که شدی چی میشه؟ پوستت سوخته میشه، گوشتت سوخته میشه، پدرت در میاد، دوباره از اول، گوشت نو، پوست نو، دوباره کبابت میکنه. دفعه دوم تموم شد، نخه، حالا ادامه داره ماجرا. یعنی تا الالعبد العباد ماجرا همینه، غیر مزاق تو حلقت بریزن و مار قاشیه بیاد نیشت بزنه و بسوزونن و تو پوستت دوباره در بیاد و دوباره نمیدونم گرز آتشین تو مغزت بکوبن. چرا؟ چون یه گناه کردی تو اون دنیا. این با رحمت خدا هیچ، واقعا کسی که این حرفا رو زده اصلا هیچ خداشناسی داشته به نظر شما؟ چیزی از خدا میفهمیده؟ باری، درباره آن جهان سخنان بسیاری در کتاب‌های شیعه هست، به این جهان بس نکرده، از آن جهان میدان دیگری برای گزاف بافی های خود باز کرده اند. مثل چی؟ مثل این احادیث: روز رستاخیز خدا به داوری نشسته، پیغمبران از این سو و آن سو رده خواهند بست. دقیقا یعنی توصیف بارگاه یه پادشاهی رو از این پادشاهان باستانی، اونم نه پادشاهان مشروطه امروزی، خیر، پادشاه باستانی. آدم یاد فرض بفرمایید که داستانهای افسانه‌ای ممکنه بقید بیفته که پادشاه در صدر مجلس نشسته، وزیران بر دست چپ و راست، امیران در کرسی‌های مرصع نشسته، باره آم میده مثلا. خدا رو در این حد آوردن پایین، گفتن روز رستاخیز خدا به داوری نشسته، پیغمبران از این سو و آن سو رده خواهند بست. علی لواء محمد را که پرچمش از مشرق تا مغرب و بلندیش 1000 سال راه است به دست خواهد گرفت. امامان به شیعیان هوادار در آمده میانجیگری خواهند کرد، گناه های اینان را به سنیان داده، ثواب های ایشان را به اینان خواهند داد، آنان را به دوزخ و اینان را به بهشت روانه خواهند گردانید.
حوض کوثر در دست علی بوده و او آب جز به شیعیان نخواهد داد. در آن گرمای سوزان دلهای سنیان کباب شده و آبی نخواهند یافت. ببینید چقدر مزخرف، چقدر اراجیف. مگه قرار مثلا از کجا میدونی که روز قیامت اصلا هوا گرمه؟ گرمای سوزانش از کجا تو فهمیدی؟ تایمینگش رو چجوری به دست گرفتی پدر جان؟ بعد این چه حرفیست که خدا ثواب سنی ها رو به شیعیان میده، نمیدونم گناه شیعیان رو به سنیان میده؟ برای چی باید خدا این کار رو بکنه؟ چرا؟ این که خیلی از عدل خدا به دوره که ثواب یکی دیگر رو پای من بنویسه. برای چی گناه من رو به پای یکی دیگه بنویسه؟ مگه من چه تافته جدا بافره هستم که خدا به همین چون شیعه هستم؟ اونم چیزی که انتخابشم که نکردم، وراثتی. آقا دین که دیگه مشخص وراثتیه. فرض فرمایید در ژاپن از پدر و مادر ژاپنی به دنیا آمده بودید، شیعه میشدید شما؟ دین تابع جغرافیاست، به خصوص برای ما کشورهای جهان سومی که هنوز این میزان از تعصب دور نیستیم که بگیم آقا این دین خیلی امر خصوصیه، خیلی 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 خصوصیه، اجازه بدیم هر کسی به دین خودش باشه، بذار خودش وقتی بزرگ شد خودش دینش رو انتخاب کنه، به من و تو چه؟ میخواد خدا پرست باشه، میخواد بت پرست باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد یهودی بشه، میخواد نمیدونم سنی بشه، شیعه بشه، بودایی بشه، هر چی که بشه، به من و تو چه؟ تا زمانی که از حقوق مدنی خودش عدول نکرده، حق دیگری رو ضایع نکرده، تا زمانی که دزدی نکرده، قتل نکرده، جنایت نکرده، خلاف نکرده، به من و تو چه که خداش رو چجوری پرستش میکنه؟ به ما چه؟ مگه منو تو قبر اون میخوابونن یا اونو تو قبر من میخوابونن؟ برای چی باید خدا گناه های منو پای اون بنویسه، ثواب های اونو پای من؟ باری به هر حال از این گزافه های سیاسی چندان بافتند که اگر گرد آورده شود کتابی بزرگ باشد. سخن ما درباره میانجیگری است، یا همون مفهومی به نام شفاعت. این یک پایه ای از کیش شیعی است. حسین ابن علی باور شیعیان است. حسین ابن علی کشته نشده مگر برای آن که روز رستاخیز به شیعیان هوادار درآید و گناه های ایشان را بیامرزاند. آخه ببینید آقا گناه رو فقط خدا میتونه بیامرزانه. شنیدید دیگه، حتما میگیم فلانی که خدا رحمتش کنه خدا بیامرز، مگه میگید حسین بیامرز؟ اسم یک مرحومی رو بیاری بگی فلانی حسین بیامرز، چرا نمیگی حسین بیامرز؟ برای اینکه حسین که گناه ها رو نمیامرزانه، خدا گناه رو میتونه بیامرز، این قدرت اوست. اگر به این مفاهیم دینی قائل هستی حداقل این رو که دیگه درک میکنی پدر جان، آمرزیدن گناه کار حسن و حسین و علی و تقی و نقی نیست، کار خداست. اما در باور شیعیان حسین ابن علی کشته نشده مگر برای آن که روز رستاخیز به شیعیان هوادار درآید
و گناه‌های ایشان را بیامرزاند. روز الست پیمانی میانه او با خدا بسته شده که حسین در راه خدا از جان و داراک و فرزندان درگذرد و خدا نیز روز رستاخیز شفاعت او را درباره شیعیان بپذیرد. قول قرار گذاشته با خدا روز الست. آن پنداری را که مسیحیان درباره مسیح و کشته شدنش می‌دارند و کشته شدن او را کفاره گناهان فرزندان آدم می‌شناسند، شیعیان همان پندار را درباره حسین و کشته شدنش می‌دارند و بیگمان از مسیحیان گرفتند. این یکی از ایرادهای این کیش است. اینان خدا را همچون یکی از پادشاهان خودکامه تاریخ پنداشتند و این است برایش گرامی داشتگانی بسیچیده، یاورانی آماده گردانیدند. این سخن بارها از ملایان شنیده شده. این پادشاهان که وزیرانی دارند خدا نباید داشته باشند. ملایان یعنی حرفو. از همینجا به اندازه نادانی و خدا نشناسی این گروه پی توان برد. یکی بگوید ای بی خردان، خدا کجا و پادشاهان خود کامه کجا؟ بگوید میانجیگری جز در برابر نادانی یا خشمرانی نتواند بود. یک پادشاهی که به جان و دارا که مردم چیره می بوده و چه بسا که با یک خشم آتش به هستی مردم می زده و چه بسا که بی گناهی را گناهکار شناخته و فرمان کشتنش می داده، در دستگاه چنین پادشاهی کسانی می بایستی در چنین پیش آمدهایی به پای پادشاه افتند و با چاپلوسی ها خشم او را فرو نشانده گرفتار بیگناه را رها گردانند. میانجیگری در چنین دستگاهی می سزد؟ در دستگاه سراپا دادگری و راستی چه نیازی به میانجی می باشد؟ من از شما می پرسم آیا در دادگاه و دیگر اداره های قانونی میانجیگری تواند بود؟ یاد یک حکایتی افتادم مشهور و اون این که در دوره سلطنت نادرشاه عرض می شود که در پایان، در اواخر دوره سلطنت او، به جان او سوء قصدی شد. در اردوی به جان نادر سوء قصد شد، تیراندازی تیری انداخت اما تیر بر هدف ننشست و نادر جان به در برد. تیر نادر رو زخمی کرد و اسب او رو، و نادر خود جان به در برد. بعد در پی این برآمد که خب این کی بوده که سوء قصد کرده. باری به هر ترتیبی که هست او به فرزند ارشد خودش رضا قلی میرزا بدگمان شد نادر. حال این کار کار او نبود آنچنان که دانسته است، اما نادر با خود فکر کرد که خب چه کسی از مرگ من بیشترین سود رو میبره؟ ولی عهدم اونه که لابد دلش میخواد من زودتر بمیرم که اون پادشاه بشه، بنابراین حتما کار کار پسر خودم بوده. و این پسر رو که جوان بسیار لایقی هم بود میاره و
یک محاکمه سرپایی که تو بودی نه پدر من نبودم. من درسته شاه شدن رو خیلی دوست دارم، اما نه به این قیمت که تو رو بخوام از پا در بیارم، اونم با یک طرح توطئه کثیف این چنینی و بعد بر جای تو بنشینم. خیر، من این نیستم، من چنین کاری رو نکردم. اما به خرج نادر نرفت و حرف فرزند رو نخرید و در نهایت هم دستور داد که چشمان رضا قلی میرزا را برکنند. او رو کور کرد، فرزند ارشد خودش رو کور کرد. رضا قلی هم خیلی مردانه این حکم رو پذیرفت بدون اینکه آخ بگه. پای سفره نطع جلاد نشست و چشمان خود را از دست داد. فردای اون روز افکار به مخیله نادر فشار می آورد که این چه کاری بود که من کردم؟ چرا چشمان فرزند دلبند خود را برکندم؟ من که نمی دونستم واقعا این کار تقصیر این بوده یا نه. آمد چه کرد؟ آمد تک تک اون افرادی رو که در دربار بودن جداگانه احضار کرد و از اینها پرسید چرا شما میانجیگری نکردید؟ صحبت داستان شفاعت و میانجیگریه. چرا موقعی که من دستور دادم چشمان فرزندم را برکنند، قل لرا قاسی، چرا نپلیدی جلو بگی آقا به من ببخشید، من زامن؟ شیخ الاسلام، چرا نپلیدی جلو بگی من زامن؟ فلانی، چرا نپلیدی جلو بگی من زامن، به من ببخش؟ و تک تک اینها جوابشون این بود که ذل الله، وقتی دریای غضب شما به جوش بیاد کسی را یارای مقاومت نیست. ما اگر میمدیم جلو و میخواستیم بگیم آقا به ما ببخش، شما دستور میدید که وقت سر ما رو بزنن و همین کار رو نادر با اینها کرد. پس پدر سوخته، شما خیلی سرتون رو دوست داشتید، ببینید چگونه برخورد کرده. که نیومدید به خاطر فرزند من وساطت کنید، جلاد بزن گردنش رو. و تنی چند از بزرگان مجلس نادری به فرمان او کشته شدند بدینسان. و این بود که دیگه مشهور شد نادر وضع فکری دماغ درستی نداره، به فرزند خودش بدبین شده. بعد بزرگان مجلس خودش رو، بزرگان دربار خودش رو زده کشته. و خلاصه این که دوره نشیب نادری بود آن دوران. و این رو از این بابت عرض کردم که در واقع اینها هم خدا رو یک جور نادر شاه فرض کردن، خدا رو یک جور آقا محمد خان قاجار فرض کردن، خدا رو یک جور اسکندر مقدونی فرض کردن که چهار تا عزیز کرده داره که این عزیز کرده هاش میان اونجا ریش گرو میذارن، میگن من زامن، به خاطر ما اینو ببخش بره به بهشت، این گناهکاره ها، ولی به خاطر ما ببخش بره به بهشت. چنین نیست آقا، چنین نیست. نمو دستگاه خداوندی عظیمتر از این حرف هاست. باری یارا، وقت ما رو به اتمام است. با سپاس از این که چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و پیروزی و شادی برای یکایک شما نازنینان و به امید بوسه زدن بر جبین بلند آزادی در فردای میهن، همه شما نازنینان را به ایزد منان می سپارم. تا دیداری دیگر، درود و دوصد بدرود و پاینده ایران.